بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند خالق خوبی ها و مهربانی ها عزیزان سلام روزتان خوش امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب و خوش باشه و در پناه خداوند بزرگ در سلامتی به سر ببرید درس گذشتهتان خوب خوانده باشید و یاد گرفته باشید به شکر خدا به 23 سومین جلسه از مضمون بیولوژی صنف 8 رسیدیم در ابتدا با یک دیگر یک ارزیابی از درس گذشته داشته باشیم و بعد از اون بریم و امروز با یک گروپ جدید از حیوانات فقاریه آشنا شویم شاگردای خوب و عزیز انشالله که درس گذشته را با دقت خوانده باشید سوالاتی که امروز برای شما انتخاب کردیم سوالات ما از نوع سوالات تشریحی هست سوال اول پوست خزندگان چه ویژگی هایی دارد؟ در جلسه گذشته برای شما گفتیم که خزندگان دارای پوست زبر خشن یا زخیم و خشک است و پوست آنها پوشیده از فلس یا پولک است سوال دوم خزندگان چگونه تنفس می این سوال از این خاطر اهمیت داره که بسیاری از شاگردان خزندگان و زوحیاتین یا آمسیبیانس ها رو با یکدیگر اشتباه میگیرند. و مثلا زمانی که تمساه را در داخل آب میبینن به یک گمان یا برداشت میرسند که حتما خزندگان هم مانند زوحیاتین دو زندگی داره هم زندگی در دریا و هم زندگی در خشکی اما ما و شما میدانیم و در جلسه گذشته یاد گرفتیم که خزندگان از طریق ششها یا ریاها تنفس میکنند به همین خاطر است که زمانی که گروپی از خزندگان نظیر تمساها به داخل آب قرار دارند طوری موقعیت خودشان را حفظ میکنند که های بینی و چشم اونها از آب بیرون باشه و تنفس اونها در آب مشکل ایجاد نکنه و از اکسیژن موجود در هوا استفاده میکنن نه اکسیژن موجود در آب خب شاگردای خوب به خاطر دارید که ریپتل چی بود میدانیم که هر کدام از گروپ موجودات زنده را که من برای شما معرفی میکنم نام علمی اونا را هم حتما باید یاد بگیرید مثلا زوحیاتین به نام گروپ, گروپ آمفیبیانس ها معروف بودن و ریپتل ها همو خزندگان هستند. سوال چهارم انواع خزندگان را نام ببرید. در جلسه گذشته با چهار موجود از به, نم... به نمایندگی از خزندگان با چهار موجود آشنا شدیم که تمساها، سنگپشتها، سوسمارها و مارها بود که این چهار نمونه به عنوان... به عنوان نوعی از خزندگان معروف بود که ما با ویژگی های اونها و مشخصاتشان و نحوه زندگی هر کدام به طور مفصل آشنا شدیم سوال بعدی ان چگونه ماره های سمی را از غیر سمی تشخیص دهیم خب اگه فراموش نکرده باشید و درستان مطالعه کرده باشید و ویدیوی ما را به خوبی و با دقت گوش کرده باشید دیدین که من مارها را برای شما از چند ویژگی با یکدیگر مقایسه کردیم گفتیم تمام مارها سمی نیستند بلکه مارها از نظر شکل, شکل چشمها از نظر جای دندانی که به او قسمتی که نش زده باقی میمونه و از روی سر فرم یا شکل یا حالت سر مارها و اندازه فلس هایی که در بر روی پوست اونها هست تشخیص میدیم که کدام مار سمی و کدام مار غیر سمی است خب اگر به یاد داشته باشید مارهای غیر سمی چشمانی گرد دارند اما مارهای سمی چشمانی عمود یا حالت یک مثبت یا به علاوه را دارند دیگه از لحاظ سر مارهای سمی سری مثلثی شکل داره اما مارهای غیر سمی سرش مانند تنه هست یعنی تمایز و تفاوتی رو در سر وطنه آنها نمی بینیم. خب دیگری جای نیش بود که مارهای سمی علاوه بر اون آثار به مانده از محلی که نیش میزنه و اون محل در واقع گاز می گیره یک دو نیش خیلی فرو رفته و محکمی را در جای خود به جا میگذاره که از ویژگی های خاص مارهای سمی هست دیگه فلس هایی که بر روی پوست ای این مارها وجود داره مارهای سمی فلس های در ناحیه سر ریز میشه اما در بدن اونها فلس ها یا همون ترهایی که بر روی پوست اونها هست درشت است اما مارهای غیر سمی تفاوتی را از لحاظ طرح پوست اونها یا جلد اونها ما در سر تنه و یا دم مشاهده نمی این تفاوت بین تفاوت ظاهری بین مارهای سمی و غیر سمی بود. خب سوال آخر آیا سوس مارها سمی هستند یا نیستند؟ اگر در جلسه گذشته تا پایان ویدیو با ما همراه بودید خوب به خاطر دارید که گفتیم برخلاف تصور عامه مردم که گمان میشه سوسمارها سمی هستند اما در حقیقت تا به امروز ترکیب سمی در ناحیه دوم سوسمارها شناخته نشده که شناخته نشده که ما اونها را حیواناتی سمی بنامیم و دلیل ای که سوسمارها در هنگامی که با وسیله شکارچی یا یک حیوان دیگر شکار میشه و دوم خود رها میکنه به خاطر فرار هست و حفظ بقا هست و یکی از چنگال او حیوان بگرزه خب انشالله که درس گذشته را خوب یاد گرفته باشید خب شاگردای خوب رسیدیم به یک گروه دیگه از حیوانات فقاریه حالا به خاطر دارید تا به ما چند گروه از حیوانات فقاریه را خواندیم یکی زوحیاتین یا آمفیبینس یکی خزندگان یا ریپتلها و امروز در رابطه با یک گروه دیگه ای از حیوانات فقاریه می که بسیار آشنا هست برای ما و شما و گروهی از آنها همیشه در کنار ما و شما زندگی میکنه و با ما یعنی گروهی از آنها اهلی هست و ما در زندگی روزمره به آنها بسیار نیازمند هستیم و بعضی از این موجودات را هم در منازل در داخل قفس ها به عنوان پرنده های زینتی نگهداری میکنیم که البته این کار زیاد درست و شایسته ای نیست همونطور که فهمیدین امروز در رابطه با پرندگان با یکدیگر میخواهیم صحبت کنیم ویژگی های بدن پرندگان بشناسیم که ساختمان بدن اینها چگونه هست سیستم های بدنشان به چه صورت هست و با چند نوعی از پرندگان معروف آشنا میشیم و ویژگی ها و مشخصات اونها را هم یاد میگیریم خب شاگردای خوب خوبه ما در رابطه با ویژگی پرندگان همونطور که در تصویر یک پرنده بسیار زیبا را برای شما آوردم البته این تصویر متعلق به پرندگان عروس هلندی هست ما پرندگان زیبایی را در دا طبیعت داریم در رنگ های مختلف در جس با جسه های متفاوت حتی بعضی از اینها مانند توتی و مرق مینا صحبت میکنه یعنی تقلید صدا داره از انسان ها و بسیاری از اینها در محیط زندگی ما و شما در کنار ما زندگی میکنن خب همونطور که شما این پرندگان به خوبی میشناسین بدن پرندگان از پر پوشیده شده ای پر به دلایل خاصی هست و ویژگی خیلی مهم میره برای پرندگان در واقع انجام میده پرندگان دارای منقار هستند و تخم گذارند خب حالا باز در اسلاید های بعدی میبینیم که این منقار ها به چه صورت هست که آیا ده همه ای پرندگان به یک اندازه و به یک شکل هست یا نه این منقار ها در پرندگان مختلف متفاوت است اما پرندگان تخم گذار هستند و بسیاری از این پرندگان بر روی تخم خودشان میخوابند تا ای تخم ها تبدیل به جوجه شود یا جوجه های اونها از تخم ها بیرون بیایم به همین خاطر چون تخم اینها خارج از بدن پرنده مادر رشد میکنه باید یک مکانیزم یا یک شیوه حفاظتی خوبی داشته باشه به همین خاطر هست که تخم ها یک پوشش سختی داره و حتی در بعضی از پرندگان که باز در های بعد میرسیم و میگیم این تخم ها به قدر محکم هست که به شکسته نمیشه و با حتی با یک ضربه محکم با یک سنگی یا با چکشی حتی ما اونها را باید بش خب به خاطر ازی پرندگان چون تخم اونها خود جدای از بدن مادر دوران جنینی را طی میکنه ذخیره غذایی باید در دا داخل تخم باشه چون مانند نوزاد انسان نیست یا گروه پسانداران نیست که نوزاد اونها در دا داخل بطن مادر باشه و از غذای مادر تغذیه کنه به همین خاطر هست که این تخم ها هر کدام یک ذخیره غذایی در دا داخل خودش داره خب پرندگان از نظر دمای بدن به چه صورت هست؟ ما قبلا گفتیم که مثلا زوحیاتین خونسرد هستند یعنی با تغییرات دمای محیط دمای بدن اینها هم تغییر می کنن. اما پرندگان خونگرم هستند یعنی چه خونگرم؟ یعنی که با تغییر دمای بیرون یعنی وقتی که در زمستان هوا سرد میشه و در بهار هوا گرم میشه در بهار و تابستان گرم و در زمستان و خزان هوا سرد است دمای بدن اینها تغییری نمیکنه و خود بدن این توانایی ای را داره که انرژی لازم برای ثابت نگه داشتن دمای بدنش فراهم بکنه و جالب است بدانید دمای بدن پرندگان از ما انسان ها بالاتر است یعنی ما و شما دمای بدنمون در محدوده طبیعی خودش از 36 تا سی نیم درجه سانتیگراد است اما پرندگان دمای بدنشان به حدود 40 درجه سانتیگراد میرسد خب از ویژگی های دیگر پرندگان نوع پر است هر پرنده ای با توجه به نوع گونه خودش یا دسته و او گروهی که تعلق داره پرهایشان به نسبت به یکدیگر متفاوت است خب اما به طور کلی کاری به رنگ یا حالت یا شکل پرها نداریم اما دو تا چیز خیلی مهم در مورد پرها باید بدانیم که پرندگان یک نوع پرهای نرم داره که بسیار نازک و نرمه و تمام بدن اینا را می پیشانه خب ای به خاطر عزیز که اونا را گرم نگه داره در دا هوای سر و یکی پرهای سخت و محکم هست این پرهای سخت و محکم همه که اسلاید ما یک پرنده بسیار زیبا را برای شما انتخاب کردیم این پرنده های سخت و محکم پرنده هایی است که در بالها و دوم پرندگان قرار داره اینها به خاطر ای هست که در هنگام پرواز به پرنده ما کمک میکنه اما پرهای نرم این پرنده پرهایی است که بر روی بدنش پوشیده شده چرا که پرهای نرم کار گرم نگه داشتن دمای بدن پرنده را به عهده داره و پرهای سخت و محکم کمک میکنه به پرواز پرنده ها خب پرندگان هم با هم تفاوت هایی دارن اما ما بر چه اساس پرندگان دسته بندی یا طبقه بندی میکنیم زمانی که ما پرندگان به طور عموم دقت میکنیم در این پرندگان میبینیم پرنده ها از نظر رنگ اندازه و شکلشان بسیار متنوع هستند خب اما در طبقه بندی هرگز ما پرندگان بر اساس رنگ اندازه یا شکلشان طبقه بندی نمی بلکه بر اساس دو تا معیار یا دو تا مشخصه بسیار مهم که یکی منقار است و یکی پاهایشان طبقه بندی می خب اینا چه اهمیتی داره شاگردهای خوب دقت کنید نوع منقار هر پرنده یا نوک یا همون منقار پرنده نوع غذایش را تعیین میکنه مانند مرغهای های خانگی که اهلی هستند نوک کوتاه سخت و محکمی را داره چرا که دانه ها را براحتی از روی زمین بردارن و یا مثلا پرنده های دیگری مانند پلیکان ها که ماهی را از داخل آب شکار میکنه اینها باید یک نوک بلند داشته باشه پاهای بلند داشته باشه که در سواحل دریاها و دریاچه ها بیتونه ماهی هایی را که به ساحل آمده شکار کنه خب پاهایشان هم منطقه زندگی را مشخص میکنه پاهای بلند اینها نشانه راه رفتن در قسمت های آب و مرداب و چالیزارها است و پاهای کوتاه نشان دهنده ای است که این پرنده در خشکی حرکت میکنه خب شکل منقار پس نوع غذا و شکل پاها محل زندگی را مشخص میکنه خب یک موضوع جالب دیگه که اینجی برای شما شاگردای خوب اشاره میکنم و میدونم بسیار سوال برای همه شما هست ایه که چطور میشه که این پرنده ها پرنده بر روی سیمای برق یا لینا لاین برق میشینه و اینها را برق نمی همونطور که شما می دانید این برق هایی که از یک شهر به شهر دیگه منتقل میشه برق هایی هستش که اینها هیچ پوشش و یا آیقی نداره و سیم اونها کاملا آزاد و لخت است خب این پرنده ها را دیدید دیگه بعد از اینکه پرواز میکنه خسته میشه بر روی سیم ها میشینند. خب حالا چطور میشه که اینها را برق نمیگیرن خب حالا ما برای شما خیلی مختصرا اشاره میکنم اگر دوست داشتید شالا خود شما برید مطالعه کنید و بیشتر با این موضوع آشنا شوید فقط همه قد بدانید که برق ها یا جریان الکتریکی یا الکتریسیته برق همیشه از منبع برق به سمت محل مصرف در جریان هست یعنی از جایی که فشار برق قوی هست حرکت میکنه یا جریان پیدا میکنه یا الکترون ها به سمت میره که فشار برق یا ای جریان ما و شما کم است زمانی که پرندگان با دو پای خود بر روی سیم ها میشینند اونها فقط تماس سطحی با این سیم ها داره و این جریان برق از بدن اونها عبور نمیکنه. اما اگر همین پرندگان توری بشینند که یک پای خودشان بر روی یک لین برق و یک پا را بر روی لین برق دیگه بگذاره این دیگه جریان برق از بدن اونها عبور میکنه و اینها دچار برق گرفتگی میشه خب حالا یک سوال ما برای شما مطرح میکنم خود شما ایشالله دنبال جوابش برید که آیا ما آدم ها هم اگر با دو دست خودمون لین برق بگیریم ما را برق میگیره یا نمیگیره شما اگر را دوست دارید و علاقه مند هستید یک موضوع بیولوژیکی ترکیب شده با فیزیک است شما برید خودتان بخونید و جوابتان پیدا کنید. پس نگران پرنده هایی که بر روی سیم های برق میشینند، نباشید. اونها را برق نمیگیرد. خب، امروز ما و شما با چهار پرنده آشنا میشیم و زندگی اونا را ببینیم به چه صورت هست. خب، این پرنده سمت راست همو گنجشک که در اصطلاح آمیانه در بعضی جاها چوق گفته میشه. یک پرنده کوچکی هست، بسیار تیز پرواز میکنه، و بسیار پر سر و صدایه خب بسیار دوست داره که این گنجشک ها در نزدیکی انسان ها زندگی کنه یعنی دوست داره در دا بر روی خانه ها یا بر روی درخت هایی که در اولی انسان ها هست این ها لانه درست کنن و در اونجا زندگی کنن و از انسان ها به اصطلاح نمی ترسن خب این گنجشک ها عمر اینا هم متفاوت است ای گنجشک هایی که بیشتر در بیابان ها صحرا ها و جای دیگه زندگی میکنن ممکنه تا 15 سال هم عمر کند ولی معمولا عمر اینا از دو سه سال بیشتر نمیشه خب پاهای بسیار کوتاه سخت خشک و محکمی را داره به طوری که اکثر مواقع دوست دارن بر روی سیم های برق اینها بشینن خب مانند سایر پرندگان پر داره پرواز میکنه و پرهای نرم و پرهای سخت و محکم را هم در بدنش میبینین که این پرهایی که قسمت زیرین یا سطح شکم پوشانده پرهای نرم که بیشتر نقش گرم, گرم کردن بدنش به عهده داره و این پرهای سخت و محکمی که در بال و دوم اینها هست برای حرکت کردن به اینها کمک میکن. خب با توجه به اندازه ای پرندگان تخمه هایی هم که میگذارن بین دو تا سه عدد تخم هست که اینها بر روی تخم ها میخوابن یک موضوع دیگه ای را در رابطه با پرندگان و تخم گذار بودنشان ما برای شما بگم که در بین سایر موجودات زنده ای که از دو گونه هست یعنی هم گونه مؤنث و مذکر داره پرندگان را به اصطلاح علم بیولوژیکی وفادارترین موجودات زنده میخوانند. چرا که جفت پرندگان تا زمانی که زنده باشه هرگز جفت دیگری را اختیار نمی کنند. ای هم به این دلیل هست که پرنده ماده روی تخم می خوابه و پرنده نر باید غذا را برای این پرنده و بعد از او که جوجه ای اینها سر از تخم در میاره فراهم بکنه در نتیجه اینها هرگز سیستم چند همسری را ندارند. خب گنجیش که باز شما در زندگی روزمره زیاد دیدین اما یک پرنده دیگه که به نام بزرگترین پرنده یاد میشه جالب است که نامش شطور مرغ است این شطور مرغ تیزترین پرنده ای هست که بر روی زمین میتونه اینها بدوه سرعتش به هفتاد کیلومتر در ساعت هم میرسه گردنی بلند و پاهای بلند و قوی را هم داره. خب چرا ایر ما جز پرندگان میگذاریم؟ اما پرواز نمیکنن. به خاطر داشته باشید که پرندگان نباید یعنی به این صورت نیست که هر چیزی را که پرواز کرد ما پرنده حساب بیاریم نه این هم پرنده هست اما چرا پرواز نمیکنم. شطور مرغها ها به خاطر وزن زیادی که داره یعنی جسه بدنی که داره اینها وزن سنگینی داره، به نسبت وزن اینها بالهای کوچکی داره در نتیجه وزن اینها را نمیتونه بالها تحمل بکنه و اینها پرواز نمیکنند و در خشکی بیشتر حالت دویدن و راه رفتن داره خب شطور مرغ ها دارای تخم های بسیار زخیم و محکم هست این تخم های اینها اونقدر محکم هست که به راحتی هم شکسته نمیشه و یک دانه تخم شطور مرغ ها را اگر بشکنن و در غذا استفاده کنه چندین نفر از نظر غذایی سیر میکنه ذخیره غذایی زیادی داره خب این شطور مرغ ها گفتیم که دوندگان بسیار خوبی هستند و بیشتر در مناطق نیمه بیابانی و جنگل ها زندگی میکنه بسیار جالب است ببینید. که ما پنگوان ها را جزء پرندگان حساب میکنیم. اما آیا پر... پنگوان ها پرواز میکنند؟ نه. پنگوان پرواز نمیکنه. به همین خاطر است که گفتیم که حتما نباید پرندگان پرواز بکنند. خب پنگوان ها بیشتر در قطب جنوب زندگی میکنند. در سرزمین های سرد و یخبندان قطب جنوب. جالبه که پنگوان ها هرگز خرسای قطبی را ندیدن و اونها را نمیشناسند چرا که خرسای قطبی در قطب شمال است و پنگوان ها در قطب جنوب زندگی کنند. خب پنگوان ها یک پرندگان بسیار مهربان و زیبایی هستند طوری که علاقمندان زیادی را در علم جانور شناسی دارند پنگوان ها بدنشان برخلاف ظاهری که ما از دور میبینیم پوشیده از پرهایی هست که به به چشم نمیآید به خاطر اینکه رنگ سفیدی داره این پرهای نرم بسیار تراکم پرها بالایه به خاطر اینکه دمای بدن اونها را باید ثابت نگه داره و اینها هم در مناطق خشکی در مناطق ببخشید برفی زندگی کنن خب قسمت زیر بدن اینها یعنی شکم به رنگ سفید هست و قسمت پشت اینها به رنگ سیاه یا تیره هست پنگوان ها نیمی از پنگوان ها را ما می که در ناحیه گردن و سر دارای پرهای رنگی است و تفاوت هایی که بین پنگوان ها وجود داره از لحاظ همین پرهای رنگی است خب این پنگوان ها تا زمانی که به بلوغ نرسیده یعنی بچه های این پنگوان ها وارد آب نمیشن اما پنگوان های بالغ در آب هم حرکت میکنند براستی چرا به این صورت است؟ به خاطر ایه که بچه های اینها پوست یا پره های اینا زده آب نیست یعنی در داخل آب که برن سریع دمای بدنشون کاهش پیدا میکنه به عبارت یخ میکنه سرد میشن اینا وارد آب نمیشن اما پنگوان های بالق وارد آب میشن خب این پنگوان ها تخم هستن و تخم خودشان در ساحل یا برفا را کنار می‌زنند و تخم خودشون را در زیر خاک یا همون زیر برفا پنهان می‌کنند. خب شاگردای خوب با سه پرنده آشنا شدیم شطور مرغ گنجشک ها و پنگوان ها که خسته نشدین یک پرنده دیگه هم برای شما معرفی میکنیم که او یک پرنده اهلی هست و باز هم مانند گنجشک یا همو چقوق در اطراف ما و شما زندگی میکنه در بیرون در سرک ها حتی ما اونها رو میبینیم گاهی وقتا اینها رو میبینیم که در داخل جوی ها خودشان میشورن و بعضی از اینها به رنگ های سفید است و بعضی از اینها به رنگ های تیره هست. اینا هم شناگران ماهری هستند حالا شما حدس بزنین که ما کدام پرنده را برای شما معرفی میکنیم این پرنده در سمت چپ تصویر میبینین چی نام داره؟ آفرین این پرنده را همه شما از نوکش شناختین ای اردک نام دارد اردک ها بسیار جالب است که برخلاف سایر پرندگان پاهای بسیار کوتاهی را داره ای باعث شده که بدنشان خیلی نزدیک سطح زمین باشه به همین خاطر اینها به خوبی نمیتونه پرواز کنه اما میتونه از یک جایی به جای دیگه بپره یعنی از روی یک بلندی به یک به سطح زمین میتونه بپره بالشه باز کنه اما اینها هم پرواز نمیتونن که به خوبی در آسمان پرواز بکنه خب منقار اینها یا نوک اینها را که میبینید یک نوکی پهن داره شما سایر پرندگان میبینید مثل پنگوان ها مثل گنجشکان مثل شطرق مرغ ها نوک این منقار ها کشیده است نازک است اما در اردک خلافی است برعکس نوکش زخیمه و قسمتی که این نوک به سطح بدن میرسه نازک میشه و به همین خاطر باعث شده که اینها را پهن ببینیم خب هم در دا داخل خشکی اینها زندگی میکنه و هم در دا داخل آب شنا میکنه اما زمانی که در دا داخل آب هستند حتما نوک اینها و همو بینی یا مجرای تنفسی اینها از داخل آب به سمت بیرون قرار میگیره. تا اینا بتونه از اکسیژن موجود در هوا استفاده کنه. خب این اردک ها هم تخمگذار هست. حیوانات بسیار یا پرندگان بسیار مقاوم هست در برابر بیماری ها که امروزه اردک ها را به صورت صنعتی پرورش میدن هم از تخم اینها و هم از گوشت اینها استفاده های زیادی میشه و گوشت بسیار لذیذ و خوشمزه ای را هم دارند و پیشنهاد میشه که دامداران ما از یا کسانی که از پرندگان نگهداری میکنن نگه داشتن و نگهداری اردک ها به صورت صنعتی و چطور مرغ ها امروزه یک کار مغرون به صرفه هست و حتی از بلدرچین ها که دیگه اینجا جای این نبود که من بلدرچین هم برای شما معرفی کنم که بسیار تخم پرفایده و مقضی داره انشالله خود شما برین مطالعه بکنین یاد بگیرید و فواید این موجودات سودمنده بشناسین خب شاگردای خوب مبحث پرندگان این اینجی ما و شما خاتمه میدیم انشالله که از مطالبی که امروز ما برای شما آماده کردم لذت برده باشید و اینا را خوب خوب یاد گرفته باشید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای یکتا میسپارم خداوند یارو نگهدار شما